سلمان خان چطور وقتش را می گذراند؟ روزنامه فوربس هر ساله لیستی از پردرآمدترین هنرپیشه‌های جهان را با درآمد سالانه‌شان منتشر می‌کند که طبق این گزاره سلمان خان ستاره مشهور سینمای بالیوود و هندوستان مشهور به بایی جان در بین 100 هنرپیشه پردرآمد سال ذکر شده که در آن میان بایی جان با درآمد 37 میلیون دلار در سال 2017 در رده 72 این لیست قرار گرفته است. این در حالی است که شاهرخ خان با درآمد سالانه 38 میلیون دلار در رده 65 و اکشای کمار با درآمد سالانه 35.5 میلیون دلار در رده 80 قرار گرفته است. سلمان خان که امسال 53 ساله است از سال 1989 بدین سو در بیش از 85 فیلم نقش بازی کرده است. او برای بار اول در فیلمی به نام منی پیار گایا نقش بازی کرد که معاشش 31 هزار روپیه هندی بود. اما امروزه درآمد او در هر فیلم به 60 کرور هندی معادل به 8.5 میلیون دلار آمریکایی میرسد. در گزارش فوربس نیز آمده است که فیلم سلطان به بازیگری سلمان خان دومین و پرفروشترین فیلم در سال 2016 در سینمای بالیوود بوده است. اما آیا می دانستید سلمان خان بیشتر پولهایش را صرف چه کارهایی می کند؟ سلمان خان در سال 2007 یک مؤسسه خیریه را به نام Being a Human را برای تداوی و تحصیل کودکان بی بضاعت بنیانگذاری کرد. طبق یک گزارش آمده است که سلمان خان از 100% معاشش تنها 10% معاشش را خودش می گیرد و متباقی پول را به خیریه می دهد. و نیز خواهرش در یک مصاحبه گفته است که برادرش حتی نمی داند چقدر پول در اکانتش دارد، زیرا زیاد به پول وابسته نیست. دوستان، به نظر شما آیا 10% معاشش می تواند برای سلمان خان کافی باشد و یا اینکه این گزارش ناقص است؟ سلمان خان در ارتباطات عاشقانه اش نیز فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در سالهای گذشته رسانه های هندی از رابطه عاشقانه سلمان خان با آشریا رای خبر داده بودند. آنها با همدیگر رابطه نزدیکی داشتند. حتی سلمان خان به آشریا رای پیشنهاد ازدواج داده بود که بعدن ارتباطشان خراب شده و عروسیشان به هم خورد و سپس آشریا رای با ابی شیک عروسی کرد. بعد از آن سلمان خان با کاترینا کیف نامزد شد و قرار بود عروسی کنند که باز هم با او نیز ارتباطشان به هم خورد و از هم جدا شدند. اما در سال 2016 آوازه شد که سلمان خان قرار است در ماه دسامبر آن سال با لولیا وینتور مدل مشهور رومانیایی عروسی کند که تا هنوز این وصلت انجام نشده است. اما لولیا وینتور تا هنوز به عنوان دوست دختر سلمان خان باقی مانده است. شایعاتی بود که لولیا در فیلم جدید سلمان خان به نام بهارت نقش بازی می کند، اما طوری که دیده شد کاترینا کیف مثل همیشه سلمان خان را تنها نگذاشت. در این فیلم با سلمان خان ظاهر شده است و به نظر می رسد این فیلم ارتباط سلمان خان و کاترینا کیف را دوباره نزدیک کرده است. خبرهای از یک جنگ سرد بین کاترینا و لولیا بر سر سلمان خان نیز در مدیای هند رد و بدل می شود، اما اینکه سلمان خان با کی خواهد رفت، کاترینا یا لولیا، هنوز معلوم نیست.